خب الان دیگه اواسط پخت سوپ کرفس و هویج با آب قلم. سلام عزیزان، مجددا با کانال آموزش آشپزی امریکتی مهمون خونه شما شدم. امروز تصمیم دارم یک سوپ فوق العاده مقوی، اونم با آب قلم گوساله آموزش بدم به شما دوستان. خب وقتتون رو زیاد نمیگیرم، بریم بعد از معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع کنیم. خب اینم آب قلمه که گذاشتم آماده شه برای درست کردن سوپ. حالا مراحل پخت آب قلمم زمان آموزش توضیح میدم به شما دوستان. خب الان دقیقا 4 ساعته که آب قلمو داره میجوشه. من توی مرحله اولیه، بعد از اینکه به اصطلاح اون آب قلمو جوشید و یه کفی جمع میشه، کفو با کفگیر کاملا برداشتم، یه نوکه قاشق مربخوری، زردچوبه و 2 تا پیاز، و اگه پیاز درشت داشتین یه عدد، 4 قاشق کردم، ریز نکنین چون مرحله آخر پخت باید خارج بشه از داخل قابلمه. و اجازه میدم 4 ساعت دیگه. معمولا نرمال برای اینکه به اون آب قلمی که میخوایم برسیم 8 تا 10 ساعت زمان نیاز داره. خب من 4 ساعت دیگه اجازه میدم تا کاملا آبی به اون حدی که میخوایم برسه. درستش اینه، از اون آب اولی که داخل قابلم میریختین 1/3 باقی بمونه. پس روی حرارت متوسط رو به کم میذاریم تا کاملا قلممون بپزه و جا بیفته. خب داره دیگه یواش یواش آب قلم میرسه به اون مرحله و لعابی که مورد نیازه. گفتم معمولا از آبی که اولی ریختین 1/3 بمونه کافیه. من اجازه میدم الان دقیقا میتونم بگم 7 ساعته. 1 ساعت دیگه هم اجازه میدم تا به اصطلاح این قلمو داخل آب بجوشه. بعد میذارم کمی خنک شه و از صافی رد میکنم. حتما حتما این آب قلم بعد از که خنک بشه بعد از داخل صافی رد کنیم. حالا قبل از اینکه از صافی رد کنم نشون میدم تا چه مقدار آبی مونده که برای به اصطلاح صافی رد کردن. خب آب قلم ها رو من بعد از 8 ساعت خاموش کردم. ببینید یه دونه قلم گوساله که میگیری حتما بگین اینطور تکه تکه کن تا اون گوساله کاملا داخل قلمم در بیاد، داخل آب که میذاری. الان من گذاشتم بعد از 8 ساعت خاموش کردم و گذاشتم کاملا به اصطلاح نسبتا خنک شده. و حالا دونه دونه این قلم ها رو خارج میکنم و آب قلم از صافی رد کن. البته دوستان میت ببینید مثلا این قلم من اینقدر پخته، حتی اون مغز درونش هم در اومده. حالا اگر دوست داشته باشین این که ندار، اگر دوست داشته باشین میتونین اگر قلمی توش مغزش مونده بود در بیارین، داخل همه آب گوش بکوبین و سپس شکاف کنین از صافی رد کنین. ولی من چون خیلی آب قلم خودش چربه این کار معمولا انجامم، چون به نظرم 800 بالاخره جوشیده، هرچی ویتامین داخل استخون و داخل قلم بوده خارج شده. خب حالا من میرم این آب قلم رو صاف میکنم و مراحل آموزش سوپمون رو شروع میکنم. خب معرفی مواد اولیه شروع کنیم. برای سوپی که میخوام با آب قلم درست کنم، سوپ کرفس با ماکارونی فرمی. خب ببینید دوستان، چون که ما میخوایم با عصاره قلم رو بگیریم، برای درست کردن گرفتن عصاره قلم 8 ساعت تا 10 ساعت زمان میخواد. به همین دلیل من قبل از اینکه به اصطلاح این قلم رو کاملا بپزم مراحل پختشم به شما نشون دادم که در اول فیلم آموزشم اونم براتون میزنم. ببینید من دقیقا 10 ساعت گذاشتم، قلم کاملا پخته، عصارش در اومده، از صافی رد کردم به این شکل در اومده. بعد ما بقیه داخل ظرف کوچیک کوچیک داخل فریزر میذارم و تو غذایی مثل عدسی، لوبیا چیتی، آش یا هر چی که دوست دارین، یا مخصوصا کسی که بچه کوچیک دارن، عصاره قلم فوق العاده فایده داره. حقیقتا مثلا نمیدونم عصاره قلم اینقدر فایده داره، رفتم گوگل سرچ کردم. حالا به احتمال زیاد انتهای آموزشم واسه این مقدار از فوایدش میذارم که شما ببینید چقدر قلم آب قلم به اصطلاح خاصیت داره. خب پس این قلم ها ببینید، برای این سوپمون من یه قلم رو گرفتم، 3 تیکه کردم. شما فکر کنید مثلا این قلم خامه، منطقی گفتم چون 10 ساعت زمان میخواست من الان قلم رو پختم. خب پس یه عدد قلم میخوام که من 3 تیکه به اصطلاح 3 تیکه کردم و گذاشتم پخته. اینم که آب قلمی که بعد از 10 ساعت از صافی رد کردم. خب
خب این شد برای مواد مورد نیازمون برای قلمه که یه حدود 2 عدد پیازم چارقاش کردم، یه نوک قاشقم زردچوبه و گذاشتم. حالا مراحلم نشون میدم. خب برای این سوپ فوق العاده مقویمون با به اصطلاح آب قلم چی نیاز داریم؟ 2 عدد 2 شاخه کرفس میخوایم که اینا رو کاملا شستم. 2 عدد هویج میخوام که این هویج رو بارنده درشتنده میکنم. 1.5 قاشق رو به گوجه فرنگی، جعفری هم به میزان لازم کاملا سلیقه، حدود 2 پیمانه سرصفم چی ماکارونی فرمی. حتما سعی کن از ماکارونی فرمی استفاده کن. ادویه هم که نمک، زردچوبه و فلفله. خب اولین مرحله میریم چیکار کنم؟ اولین مرحله خب کاملا این آب گوشت ما آمده است. قابلمه که مورد نظرمون این سوپ رو درست کنیم، من همین مقدار که میبینی آب قلم میزن، چون خیلی غلیظه و کاملا ما بخوایم این غذا رو با آب قلم درست کنم خیلی به سر چرب میشه. خب و چیکار میکنم؟ حالا میتونیم اینا کاملا پر کنیم. اندازه این کاپ من آب قلم میریزم، داخلش اندازه می حتما آب جوش میریزم و میام چیکار کنم؟ هویج جورنده میکنم و کرفس رو خرد میکنم، داخلش به سر این آب قلم اضافه میکنم. پس بریم سمت گاز، مراحل پخت شروع کنم. آب قلم رو چون من گذاشتم سرچه که به اصطلاح از صافیرت کنم داخل قابلم ریختم. ببینید چقدر به اصطلاح روش چربی، البته این به اصطلاح روغن طبیعیه، چربی در واقع اصاره استخونه، واقعا مقویه. خب میام یه مقدارم آب جوش میزنم چون بخوایم فقط خالص آب قلم درست کنیم خیلی چرب میشه و اصلا امکان داره به ذائقه بعضی هم خوش نیاد، خیلی مزه گوشت یا قلم میده. خب در این حد کافی، اگه نیاز بود مجددا میریزم. حالا کمی زردچوبه، بعد کمی فلفل، و کمی نمک و فلفل من یه مقدار الان، یه مقدار وقتی که میخوام زیر سوپ رو خاموش کنم. خب دوستان هویج رو رنده کردم، هویج رو داخل سوپ میریزم، میرم کرفسرم باریک باریک خوب میکنم، کرفسرم داخل سوپ میریزم زیر حرارت کم، اجازه میدم تا کمی سوپمون این کرفس و هویج داخل سوپمون بپزم. میام بعد مرحله به مرحله روبو و در نهایت پاستا رو اضافه میکنم. این فوق‌العاده سوپ ساده و برای وعده شامه بیدنی که تقریبا یه سوپی که چیز به اون شکل نداره توش، همین هویج و کرفس و هر کمی پاستا. فقط از که خاموش کنم جعفری رو میریزم. خب زیر حرارت کم، اجازه میدم تا کم کم هویج و کرفس داخل آب قلم نرم بشن. خب کرفس دارم که به این شکل خرد کردم داخل سوپ میزنم. فقط سعی کنی از کرفس های ترد و تازه استفاده کنی. من دقیقا 2 شاخه کرفس استفاده کردم. خب حالا میذارم تا بپزن اینا و نرم بشن. خب همطور که میبینی تقریبا هویج و کرفسمو پخته. حالا میام توی این مرحله ربم اضافه میکنم. بعد از اینکه ربو اضافه کردم، ربم اضافه کردم، در قابلمه رو میذارم تا ربمون داخل سوپ رنگ بکنه. آخرین مرحله میام ماکارونی فرمیمونو. سعی کنید از ماکارونی فرمی مدل از این فرفری ها یا گوشفیلا استفاده کنید. خب دوستان سوپ ما آماده شد. سوپمون
ماکارون داره و نرمال ماکارونی میمونه سفت میشه، به خاطر همین نباید خیلی بذاریم سوپمون غلیظتر از این بشه. همین سوپ آماده است. خب آموزش امروز من تموم شد و این سوپ خوشمزه رو میتونیم با لیمو ترش تازه میل کنیم. خب البته یه چیزی هم بگم، من در این مرحله کمی نمک میریزم، قبلش هم فلفل هم ریختم. آموزش امروز من به پایان رسید. امیدوارم این آموزش من مورد پسندتون واقع بشه و این سوپ خوشمزه رو درست کنید و کنار اعضای خانوادتون میل کنید. لطف کنید کانال آموزش آشپزی امکتی هم اشتراک گذاری کنید. تا یه برنامه بعد و یه آموزش بعد، به خدا میسپارم. خدا نگهدار.